سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب نگاه میکنید و این ویدیوی هفتگی جریان پول هوشمند هست امروز 14 فروردین معادل سوم اپریل سال 2023 همونطور که قبلا خدمتون گفتم هر هفته دوشنبه ها ما یه مروری بر جریان پول هوشمند در بازار کریپتو داریم و مبنای این گزارشمون هم سایت cryptometer.io هست که قبلا هم نحوه استفاده از این سایت و گزارشات متنوعی رو از این سایت برای شما به اشتراک گذاشتیم Special thanks to cryptometer.io that let us to use this information for all of my subscribers on YouTube channel خب بریم سراغ قابلیت های این سایت همونطوری که قبلا هم خدمتتون ویدیوهای متنوعی تهیه شده اینکه هر کدوم از اینا چه قابلیت هایی داره چه امکاناتی توش داره قبلا با هم دیدیم فقط میپردازم به او والوم او والیوم فلو و خدمتتون عرض شود که این جریان پول چهار ساعته و یک ساعته ای که توی بازار میبینیم همونطوری که مستحضر هستید خب گزارشات متنوع این سایت میده از جمله اینکه مثلا لایو اکتیویتی که وجود داره روی بیت کوین توی مثلا بایننس یا حالا صرافی های مختلف مثلا اینجا میگه تو بازه 4 ساعته 49 درصد فشار فروش بوده 49 81 بوده 49 73 شده واسه خیلی تغییری نداشته ولی اونایی که مثلا تغییرات آنچنانی داشته باشن خیلی قشنگ شما میتونید فشار خرید یا فشار فروش رو توی مشاهده بکنید با رنگ قرمز و سبز هم مشخص شده مثلا تو بازه 4 ساعته روی بیت کوین تو صرافی کراکن 46 درصد فشار فروش بوده تو بازه یک ساعت 53 درصد افزایش پیدا کرده و خب بدیهیه که قیمت تو هر صرافی هم متفاوته فقط کافیه بیاین اسکرول کنید بیاین بالا رو مثلا روی ریپل قرار بدید دیتا آپدیت میشه میاد تو 24 ساعت گذشته میگه بالانس به چه صورتی بوده 67 درصد فروشنده 32 خریدار بوده و الانم تقریبا 50 50 49 ولی ما میگم حالا 50 50 بازار متعادل رفتار میکنه بیایم اینجا نگاه کنیم بیشترین فشار فروش رو روی ریپل در بیت مکس داشتیم بعضی از این صرافی ها رو هم نگاه میکنیم وحشتناک فشار فروششون و اصلا یه مقدار هم غیر مت... بالانس نیستش کما اینکه حالا رو ارزهای دیگه هم که نگاه میکنیم مثلا بیت مکس یکی از اون صرافیاس بریم سراغ صرافی های دیگه هم که توش مثلا کراکن که نگاه یا اینو که خیلی از ایرانی ها هم روش دارن بچه ایرانی دارن معاملگر ایرانی روش کار میکنن هم تو که مشاهده 38 بوده شده 27 فشار کمتر شده ببینید این بازه یک ساعت است این بازه 4 ساعت است تو بازه 4 ساعته 38 بوده شده تو بازه یک ساعت 27 یا 60 بوده شده 50 یه فشار فروشش برداشته شده و حالا حدود همون پنجاه سنت یکی دو سنت داره معامله میشه خب این ارزم که حالا همه میدونن شرایط خاص خودش رو داره و کلی ارزهای دیگه که اینجا شما میتونید حالا اسکرول کنید و بیاین برید سراغ این ارزا روش کلیک بکنید و اطلاعات بیشتری در خصوصش پیدا بکنید من برم سراغ والیوم فلو خب همونطور که مستثر هستید این سایت در نسخه رایگانش بازه یک روزه رو به شما رایگان اطلاعات ارائه شغ... میکنه اما در بازه های هفتگی سه روزه 400 یک ساعت سی 15 و 5 دقیقه ای حتما باید عضو این سایت شده باشید تایم فریم های کوتاهتر من سعی میکنم توی بازه های زمانی مشخصی در صفحه اینستاگرام هم قرار بدم ثروتیار رو توی اینستاگرام سرچ بکنید به این صفحه ما میرسید و میتونید مثلا هر از چنگ هایی که این گزارشات رو میذارم در قالب بخرید نخریدا بخریم یا نخریم ها اونجا مشاهده بکنید در این حالم هر دوشنبه یک بار با هم روند و مرور میکنیم بریم سراغ تایم فریم هفتگی در دو مدل گرافیک و جدولی به ما این گزارش رو ارائه میکنه از نظر گرافیک نگاه کنیم مقدار سنس بهتری نسبت به موضوع پیدا میکنیم مثلا الان میبینیم که از یو پولی که اومده به کجاها خرج شده یا اگر بخوایم یه نمای کلی نگاه کنیم میبینیم مثلا بیشترین خرید نت فلوه یعنی تفاوت خرید و فروش نت پازیتیو فلو اومده توی بیت کوین بعد از اون مثلا رو بی ام بی بوده ایکس بوده خدمتون ای آر بی بوده که حتی این ای آر بی هم توی بازه ای ما من توی صفحه اینستاگرام هم گذاشته بودم که مثلا یه 15 20 درصدی هم بازدهی داد یکی دو روزه و خب یه گزارش به این سبک داره اسکرول کنم بیام پایتر بای فلو رو میده فقط جریان خرید رو به ما میده و اگرم فقط روی جریان فروش میخوایم متمرکز باشیم اسکرول کنید بیا پایین تر روی این قسمت میتونید اینجا هم مشاهده بفرمایید من برگردم رو تیبل که یه مقداری گزارشات بهتر و دستبندی شده تری رو در اختیارم قرار بده همونطور که میدونید خب اینجا میتونیم بازهای زمانی رو انتخاب کنیم من برم سراغ هفتگی از با بزرگترین بازه زمانی بیایم میبینیم بیشترین جریان 16 بیلیون دلار توی بیت کوین اتر ریپل ای آر بی این ای آر بی رو باز برید چک کنید خب یه سری استیبل کوین هستن که خب از خرید و فروش ارزها به هم دیگه تبدیل میشن توی اینها سی اف ایکس اس ایکس پی یو اس هم که خب یو اس دلار که همه باش دلار تتر رو آشنا هستن دوچ کوین آدا لایت کوین سول بی ام بی من بالای خدمت نرش شود 500 میلیون دلار رو فکر میکنم بعد نباشه برای یک هفته آدم توی واش لیستش قرار بده حالت پایین ترش هم با هم دیگه مرور میکنیم که شما هم ببینید مسک متیک تی یو اس تی که خب هیچی فانتوم ای پی تی شیبا او پی این او پی را اگه یادت باشه خیلی وقت پیش هم توی لیست بوده خیلی هم پول از کر دبلیو پول فیات کارنسی کره جنوبی پول توی این ارز میاد و خوبم روش بازی میکنن نوسان هم میگیرن الان هم فکر میکنم اومده باشه توی رنکینگ 100 تای اول حالا باز چک کنید حالا تو واچ لیست یه تعداد زیادی صرافی هم لیستش کردم آیدی فایل و لینک و گالا گالا هم که خاطرتون هست که بارها بارها جز لیستای سوده قرار گرفته اتم و جو دیگه اینا رو دیگه از 27 به پایین دیگه باش کاری نداشته باشین اسکرول کنیم بیایم پایین تا کلی ارزی دیگه ای هم شما مشاهده میکنید که خب به هر توی این بازه زمانی یک هفته اخیر تراز ورودی و خروجیش مثبت بوده حالا عددا کوچیکتر شده مثلا میرسیم به سند تو ردیف 50 با 90 میلیون دلار تراز مثبت همینطور اسکرول کنیم بیایم پایین تر دیگه باید برسیم به عدده خیلی کوچولو مثلا روز اگر خاطرتون باشه که خیلی ازش سودای آنچنانی گرفتن به چهل میلیون دلار و بیایم پایین تر آوالانچه سوشی دیگه زکه سانتوز و این پنج صفحه است من برم صفحه آخر که صفحه آخرم با هم ببینیم و این جریان رو به ما نشون میده خب بدیه تو اون چند تای اوله که به من روند داره نمایش میده روی تایم فریم بلند مدت تر تایم فریمی که یک هفته ای هستش و خب به هر حال میدونید که این دیتا هیستوریکال یک هفته گذشته از تاریخی که من الان دارم به شما نمایش میدم هست همونطور که مشاهده میکنید دیگه این عدده اومده خیلی دیگه کوچولو شده و دیگه تو این صفحه پنجم آه ورد صفحه پنجم آها تو صفحه پنجم دیگه آخرش مثلا رسیده این حالا عددا به کی دیگه مثلا چند هزار دلاره یه دونم این ارزه که یک میلیون دلار فکر کنم تو رده بندیش بعد مثلا بعد رو 492 قرارش بده و همونطور که خب دیدید چه شرایطی رو, رو روی تایم فریم یک هفته ای داشتیم بریم تو تایم فریم سه روزه یعنی مقدار نزدیکتر به بازی به این تغییرات جریان پول نگاه بکنیم همچنان همونطور که مشاهده میکنید XRP و ARB توی لیستمون قرار دارن خب همواره بیت کوین و اتر توی لیست هستن اما بعضی موقع جاشون عوض میشه همونطور که میبینید الان چون تو سه روز گذشته گرفتیم عدد کوچیک‌تر شد به یک مثلا 275 میلیون دلار ایکس مثلا این ارزاد بذاریم تو واچ لیستمون ببینیم چه خبره توش که تو سه روز گذشته پول توش اومده تو یک هفته گذاشتم هم همچنان پول اومده تو رده های بالا یعنی ما 10 اول ببینیم یه مقدار با همون اطلاعات میده دو جه APT آدای لایت کوین سول ماتیک بی ام بی از توش در بیاریم مسک شیبا فانتوم ACH و گالا و OP دوباره فایل و STX و لینک دیگه اینا عددا دیگه کوچیک میشه API و uh, INJ ای و همینطور که میایم پایین ارزای دیگه ای رو شما اینجا مشاهده میکنید که به همین صورت جریان پول هوشمند درش قرار گرفته و به عنوان یه سیگناله یعنی اگر شما مثلا یه استراتژی داری یه فیلتر داری هر چقدر فیلترت قوی باشه یا استراتژی خوبی داشته باشی پیشنهاد اینه که بیای با یه همچین چیزی ترکیب کنی وقتی که یه ارزی داره پول توش میاد داره حرکت میکنه چه بهتر که خب منم با هر استراتژی که دارم معامله میکنم اگه حالا رو معاملات شورت و چیز رو معاملات لانگ و اسپات دارم ارز میکنم پول توش داره خب منم باش بگیرم همزمان هم جهت باش برم بالا برعکسش هم تو اون قسمت فروش میتونید بیاد بزنیتون آوتفلوه که ببینید کدوم پول تو ازش داره خارج میشه که ببرید سمت معاملات شورت بریم بالا من اینو بیارمش در قالب چهار ساعته با هم نگاه بکنیم البته نه یک روزه سه روزه رو رفتیم بریم تو تایم فریم یک روزه همچنان که میبینید ARB و XP هست CFX هست دو جا آدا APT لایت کوین سول BNB ماتیک اینا بینید یه سری ارزه هی تکرار شده و خب این تکراره میتونه یه دیتایی به ما بده که ببینی وقتی که مثلا یه ارزی هی تو لیست هفتگی بوده تو سه روزه بوده یه روزه بوده حالا بریم تایم پایین تر تو اونام بوده بعد در موردش آدم تصمیم میگیره که حالا یه بررسی بیشتر کنه بذاره تو واشده، تو شورت شو، شو، لیستش قرار بده بیاد ببینه که شاید مثلا تو چیزی در بیاد گالا او پی .ldo, .id, آید آواکس اxامآر .atom, اتوم مانا و همونطور که مشاهده میکنید دیگه این عددا داره میاد کوچیکتر میشه رو سند رو 15 میلیون دلار در یک روز گذشته و این خب هی هم آپدیت میکنه آیسx xالم HBAR, آر زیل لینا نیر همونطور که مشاهده میکنید 9.9 میلیون دلار و دیگه همینطور که بیم پایین عدد عددا کم و کم و کمتر میشه به نظر من لیست تا مثلا دیگه نهایت 20 تا ارزش بررسی داره تا 50 تا رو میتونیم توی واچ لیستمون قرار بدیم و باهاش ببینیم میتونیم گین خوبی به دست بیاریم یا که نه برم تو تایم فریم 4 ساعته تو تایم فریم اه... نمیدونم سفر آپدیت کرد خب آره خب صفحه آپدیت شده چهار ساعته دوباره بیت کوین اتر اس ایکس حالا مثلا این اس ایکس که تو هفته و سه روزه و یک روزه بود حالا تو تایم فریم چهار ساعته هم تو لیست هست ریپل اه... سی اف ایکس ای آر بی دوباره آدا دوج ACH، ای ای سول، بی ام بی، لایت کوین، ماتیک، ماسک، فانتوم، و همینطور که می‌بینید ارزهای دیگه اومده دیگه حدود چند مثلا 5 میلیون دلار APT IC OP دوباره فایل دات X6 STX AVAX ID TRX و دیگه اینا دیگه عددا عددای کوچیکی میشه برگردیم بالا این تو تایم فریم 4 ساعته بود رو نتفلو بریم تو تایم فریم 1 ساعته تو تایم فریم یک ساعته بازم میبینیم بیت کوین اتر در صدر جدول قرار دارن اس بی بچه بچا پس این SXP رو یه بار دیگه خودمون مرورش بکنیم ریپل به همین منوال ARB رو هم یه نگاهی بهش بندازیم هیچ کدوم از این توصیخ اینا هیچ کدوم فاینانشال ادوایز نیست و شما خودتون باید بررسی کنید فرض کنید یه ورودی دارین مثل همین داستان که بهتون یه لیست کوتاهی از ارزایی که میتونه پتانسیل رشد داشته باشن رو بهتون میده بعد ببرین تو الگوهای خودتون از دل اینا میشه یه چیزایی درآورد. آدا و CFX و دو جای اینجا و ACH, ای سی اچ بی, بی سول ماتیک من اینا رو آروم میام نگاه میدارم که شما اگر لازم باشه هر که از ویدیو رو پاز کنید قشنگ اعداد رو بررسی کنید لایت کوین و ماسک و گالا و ICX، و لینا لینا چند جا الان دیدم تو این تایم فریم کمتر اومده تو لیستمون شاید مثلا تو لیست سه روزه و هفت روزه هفته آینده بتونیم ببینیم که مثلا یه تکونی خورده ما میتونیم اینجا حداقل زودتر تشخیص بدیم او رفیق قدیمیمون و ای پی تی و شیبا و فایل کنیم که دیگه عدد دیگه خیلی کوچیک شد برگردیم بالا در تایم فریم سی دقیقه و پونزه دقیقه و پنج دقیقه اینا خیلی دیتای لحظه ای به ما میدن و خب قاعدتا چون شما این ویدیو رو در این توی زمان نگاه زمانی که بعد از ضبط هست نگاه میکنید احتمالاً خیلی این ست تا تایم فریم برای شما کاربردی نباشه من بخاطر اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه همینجا نگهش میدارم و این تایم فریم های و حتی ساعتی رو شما میتونید گزارشاتش رو توی صفحه اینستاگرام من ببینید ازش استفاده کنید امیدوارم که بتونید ازش نهایت بهره برداری رو ببرید بتونید سود خوبی کسب بکنید که اینکه آینده بازار آینده روشنی هست در نظر داشته باشیم 2024 همین موقع ها ما دیگه یواش یواش داریم نزدیک به راند بعدی هافینگ بیت کوین میشیم و احتمال داره که اون روند تاریخیش دوباره تکرار بشه و یه رالی بزرگتری رو تجربه کنیم ترجیح میدم که اه اه توی این موارد هر کسی خودش تصمیم بگیره ولی به نظر میاد برای یه بازه بلند مدت یا فرضمون رو بذاریم بلند مدت دو ساله این بازار همچنان جذاب برای سرمایه گذاری چند ده ایکس یا چند صد ایکس توی یه سری ارزای خاص باشه فرصت های کوچیک بازار هم از طریق همین جریان میتونید به دست بیارید ما برگردیم اینجا برم من مثلا روی ویکلی سلف لو رو که بخوام نگاه کنم ببینیم که خب یه سری ارزا چه جریان فروش قوی داشتن که به صورت شماتیک به این صورت نمایش داده شده اما اصل داستان توی این نت پازیتیو فلو اتفاق میفته خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید لایک و کامنت فراموش نشه امیدوارم که بتونیم این روند رو با حمایت شما پر قدرت ادامه بدید خدا نگهدار